درست 9 سالم بود. روزی که اومدم خونه و فهمیدم مامانم به خاطر اعتیاد پدرم ازش جدا شده و برای همیشه ترکمون کرده. منو سپردن به مامان بزرگم. یه زن پیر و بی‌حوصله. من بچه شیطونی بودم و مادر بزرگم اکثر مواقع حوصله من رو نداشت. برای همین یه راهکار پیدا کرد و هر وقت دیگه خیلی از دستم عصبانی میشد برام چای درست میکرد. زوری به خوردن میداد. بعد خوردن چای کرخت میشدم. گاهی از حال میرفتم. بعدنا فهمیدم داخل چایی یه موادی میریخته و دلیل کرخ شدنم اون بوده. خلاصه 5 سال گذشت. مامان بزرگم از ترس اینکه فوت کنه و من بیکس بمونم من رو به پسر همسایمون که فقط 18 سالش بود معرفی کرد و خیلی زود ما به عقد همدیگه در اومدیم و بعدش بدون برگزاری مراسم عروسی ما رفتیم که خونه اونا زندگی کنیم. حدوداً 2 ماه بعد در حالی که تازه اوایل بارداریم بود فهمیدم که شوهرم اعتیاد داره. دنیا روی سرم خراب شد. وای، یعنی که این بابام قراره پدر بچه من بشه؟ افسردگیم شروع شد. برای فرار از مشکلاتم و به اصرار شوهرم من هم روی آوردم به مواد. دقیقا همون چیزی که ازش وحشت داشتم. اوایل آرومم میکرد، مثل همون حس دوران بچگی. اما کم کم اعتیادم شدت گرفت. علناً معتاد شده بودم. 9 ماه گذشت و پسرم به دنیا اومد. اما اومدن اون هم کمکی به رابطه ما نکرد. از پدرش متنفر بودم. تصمیم گرفتم که ازش جدا بشم. اما راه برگشتی برای من نبود. کجا میخواستم برم؟ کسی من رو نمیخواست. مجبور شدم که ازش جدا شم، ولی بعد این جدایی تو کوچه و خیابون موندم. زیر پولا میخوابیدم. توی پارک. هر جایی که میشد. بعد این تصمیم برام خیلی سخت میگذشت. نه کاری بلد بودم، نه سواد درست حسابی داشتم. برای تامین پول مواد و مقدار غذا با هر مردی که بود، زیر پل، توی سرویس بهداشتی، پارک و هر جایی که لازم بود همخواب شدم. چندین سال زندگیم به همین منوال گذشت. اما این واقعا من بودم؟ نه، دیگه این زندگی رو نمیخواستم. تصمیم گرفتم که برم کمپ ترک اعتیاد و هر چه زودتر این مواد لعنتی رو ترک کنم. تحمل این اوضاع برای یه خانوم به مراتب خیلی سخت‌تر از یه مرده. حدود 1 سال از ترک اعتیادم گذشت. از طرف کمپ کار پیدا کردم و یه زندگی حداقلی برای خودم ساختم. اینجا بود که تصمیم گرفتم همسر سابقم نمیتونه پسر من رو درست بزرگ کنه و ممکنه پسرم رو هم درگیر مواد کنه. این زندگی که به من گذشت و برای پسرم اصلا نمیخواستم. پس رفتم دادگاه، درخواست حضانت بچم رو دادم. من فکر میکردم که این موضوع همسر سابقم رو حسابی خوشحال کنه، چون نظیر تعهد یه بچه در میومد و میتونست بهتر به اعتیادش برسه. همسر سابقم اما حسابی عصبانی شد. با اینکه شرایط مناسبه نگهداری از یه بچه رو نداشت، شدیداً مخالفت میکرد. پسرم رو با حرف زدن راجع به زندگی که بر من گذشته بود علیه من کرد. حرفایی راجع به من بهش زد که کمتر پدر و مادری دوست دارن فرزندشون راجع بهشون بفهمه. از چشم پسرم افتاده بودم، اما برای حضانتش ادامه میدادم. همین موضوع همسر سابقم که شدیداً درگیر اعتیاد بود رو عصبی و عصبی تر کرد. این عصبانیت تا جایی ادامه پیدا کرد که تهدیدهای لفظیش تبدیل به تهدیدهای علنی شد. توی 23 اسفند 1402 با یه چاقو به هم حمله کرد. چاقو مستقیم قلبم رو نشونه گرفت. همون جایی که متعلق به پسرم بود. مدت‌ها یه گوشه از خیابون که کسی اونجا تردد نداشت در حال خونریزی موندم. کسی مثل تمام طول زندگی من رو ندید. هیچ کس به مرگ من گوشه خیابون اهمیتی نداد. توی اون چند لحظه آخر فقط به این فکر کردم. من خودم این زندگی رو انتخاب کردم یا مسیر از ابتدا برای من همین بود؟